پس برای اینکه یک سازمان عمودی به یک سازمان افقی تبدیل بشه، دو تا شرط باید در اون تحقق پیدا بکنه. یکی علنیت و دیگری وفاق بر یک مخرج مشترک، که اون وفاق بر اون مخرج مشترک منافع سازمان رو نسبت به منافع مخرج مشترک ثانوی بکنه، مثل نظام حقوقی، باور به نظام حقوقی. مثلا فرض کنید احزاب سیاسی کشورهای اروپایی، یا مثلا حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه تو آمریکا، اینا احزاب افقیان، چون این دوتا شرط رو دارن، یعنی منافع نظام حقوقی رو بر منافع حزبی خودشون مقدم میدونن و بنابراین درست به همین دلیله که این سازمان ها کار کرده علنی دارن. یعنی دموکراسی به یه تعبیری عبارت است از یعنی برای رسیدن به دموکراسی باید از سازمان عمودی به سازمان افقی منتقل شد. این شرط تحقق دموکراسیه. یعنی دموکراسی عبارت است از فاصله گرفتن با سازمان عمودی و پیاده کردن سازمان افقیه. سازمان افقی در حقیقت اندام دموکراسی رو تو جامعه شکل میده و قواعد اون رو عملی میکنه. این یه تعریفیه برای دموکراسی از نظر سازماندهی سیاسی که تعیین کننده ترین بنیاد دموکراسی این. با این همه یک سازمان انتقالی هست بین سازمان عمودی و سازمان افقی، و اونم اینه که در یه شرایط مبارزات ضد فاشیستی سازمان مجبوره، حزب مجبوره که مخفی باشه، لحاظ درونی علنی نباشه. ضرورت مبارزه ضد فاشیستی اینو ایجاب میکنه، ولی اونچه که این رو دموکراتیک میکنه یا آینده اون رو دموکراتیک میکنه اینه که رهبری اون سازمان اندیشه افقی داره. این مورد رو تو آفریقای جنوبی میتونیم سراغ بگیریم، در مورد ماندلا و برخی از دوستانش، که اینا کلن میدونیم که ماندلا اصلا خیلی به گاندی علاقه داشت و اون اندیشه های اون رو دنبال میکرد. بنابراین در چنین صورتی این یه سال این یعنی این یک تخصیصیه که به اون اصلی که من عرض کردم میخوره، یعنی اون اصل تخصیص میخوره با این تبصره که یه سازمان انتقالی هم بین سازمان عمودی و سازمان افقی ما داریم با این خصوصیات. و اون ولی گرچه به علت ضرورت مبارزات ضد فاشیستی علنیت نداره، ولی طرفدار علنیته، برای رسیدن به علنیت مبارزه میکنه. یعنی این علنیت مثل جای اون مخرج مشترکی رو میگیره که بر منافع سازمان مقدم، غایت و هدف فعالیت حزبی و سازمانیه و چیز هدف استراتژیک اونه. استراتژیک میدونیم که دو معنی داره، یه معنی محدود، یعنی در فقط در چارچوبه استراتژی کار کردن، که این رو من در مورد تفاهم ارتباطی و تفاهم استراتژیک قبلا عرض کردم که تفاهم استراتژیک محدوده ولی تفاهم ارتباطی گسترده و نامحدوده. ولی در اینجا به این صورت به کار میره، همون جوری که تو روزمره توی دنیای سیاست هم دیدیم، اینجا در استراتژی در برابر تاکتیکه، یعنی استراتژیکه یعنی هدف تاکتیکی اون نیست، هدف عالیه اون سازمان علنیت.